جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت قندهار به تاریخ 22 دی 1399 خورشیدی برابر با 10 فوریه 2021 میلادی با اشراک صدها جوان از تمامی واحدهای اداری ولایت برگزار شد. این جرگه سوی گروپ تماس جوانان برای صلح در 3 بخش افتتاحیه، کار کمیته های کاری و ارائه قطعنامه برگزار شد. اسدالله حکیمی عضو رهبری کمیسیون برگزاری جرگه قندهار میگوید که اجازه نمیدهیم که حقوق جوانان در روند گفتگوهای صلح زیر پا شود و نمیخواهیم که از تصمیم ها و نشست های سیاسی دور گذاشته شویم. کچیر زمرد وانان پر سر باندې زمرد زوانان پر حقوق باندې تاسې د خپل صلح پروسه کې معاملې وکړلې بیا نه هدا کال مردونه کولای شي انسجام وکړو او ټول افغان ځوانان د یو خاص منسجم پلان د مخې د دې په وړاندې راڅرګند شي او خپل ځخ پورته کړي پرې لږ چې له فرهنګي او سیاسي پروسو څخه ګوښه شو. محمد سنگر امیرزاده رئیس گروپ تماس جوانان برای صلح میگوید که به نتیجه رسیدن روند گفتگوهای صلح باید در اولویت قرار داشته باشد. آقای امیرزاده افزود که جنگ راهی رسیدن به صلح نیست و دو طرف باید راهی گفتگوها را به پیش گیرند. در خبر باید نهایی نظام و فرد ترمایز و توپیر موجود ده. دا فرد تسی وایست تا لارسا بدیل باید اول وران دیکن بیا بنو دا کسا با وایست تا هدف هم داده که غاقه جمهور رئیس غنی وی که هر سو پوی اول موقع ده سیاسی لاری لطریقه باید یا حکر دورس ریگو و میز که باید خبری نهایی که بیا با اوست او برو سه نتیجه سو بوزی که بیا داوزی چه جمهور رئیس زای بلچه ده پیگه نو بیا دا کار مگر بانده فشار راونه اما مخ که لغانه سه نتیجه و نداری مذاکرات مذاکرات تمام نیوی تروس اموق و مذاکرات تروس اغاسلی مذاکرات نده شروع سو نو خیلی احمد متین معاون گروپ تماس جوانان برای صلح افزود که جنگ راه حل نیست و باید به جنگ جاری در کشور از طریق توافقات سیاسی بین الافغانی نقطه پایان گذاشته شود. جنگ افغانستان نه در روسیه حل میشه، نه در ایران حل میشه و نه در امریکا حل میشه تا زمانی که ما افغانا بین خود صلح نکنیم، تا زمانی که ما به این نتیجه نرسیدیم که جنگ رای حل نیست و گفتگو و رای حل سیاسی میتونه ما را از بحران نجات بده، هیچ کسی نمیتونه جنگ افغانستان ختم بکنه و صلح در افغانستان بره، به دلیلی که همه کشورها دنبال آجندای شخصی خودن است. حفیظ الله پوپل بر سهم داشتن جوانان در روند صلح تاکید کرده افزود که جوانان باید تلاش های صادقانه خود را برای رسیدن به صلح بیشتر کنند. جوانان به خپل انرژی څخه د کار اخیستلو په وسیله د صلح پر اوستلو کې خورا مهم فکتور دی او باید په دې لار کې جوانان خپل هڅې ګړندۍ او جاری وساتي. نثار احمد آزاد میگوید که نتیجه جنگ به نفع دیگران تمام می شود، از این رو نباید جوانان قربانی این جنگ شوند و جوانان کشور خواهان تامین آتش بس در کشور هستند. زموږ استازي په ټولنه کې موږ مجبور سیو هم یو په ځینو مواردو کې د جنگ هم تاوان څه نه خبره هم نه خبره په ګډ یو او په اکثر برخو کې د ډیرو کسانو لپاره جنگ او تاوان یې ولس ته رسیږي. بسمینه حسن خیل با نگرانی از سهم اندک زنان در روند گفتگوهای صلح افزود که زنان نیمی از پیکر جامعه دانسته می شوند و نباید حقوق آنان نادیده گرفته شود. د سولې بهیر او د سولې رول له کلونو راهیسې د افغان ښځو لپاره په خپل ذات کې یوه جنجالي موضوع ده، ځکه په ټولنیز او سیاسي جوړښت کې د ښځو ونډه په کافي اندازه محدوده ده. که څه هم ښځې د سولې په خبرو اترو کې د پام وړ فعال رول لري، ځکه دوی د افغان ټولنې تر ټولو زیانمنه برخه ده. زه سیاسي سوله راتلونکی بولم، سیاسی سوله کیدون که دا او کیجی بود همیشه به متخاصم ایدالی یا به جگیدو کیدالی حتما د خپل گرتو د خوندی کولو دا پارا اخیر یه نتیجه ترسیج. اما متاسفانه دا دیگه بدبختی یو زیان چه رسیجه آقا عام و لست رسیجه. مقصود احمد زمیر میگوید که باید مردم افغانستان مسئولیت تامین صلح و رسیدن به آرامش را بگیرند و این مسئولیت با اتحاد به پیش برده می شود. ځینې مسؤلیتونه زموږ تر منځ ځي چې هغه باید ومنو ادا یې کړو او کله چې مو هغه ومنل ادا مو کړل، دا په دې معنا چې موږ د سولې یا په عموم کې د ټولنیزې سولې لپاره یو قدم مخکې ایښی دی. از
همین تریبیون سر با نمایندگی از جوانان و زنان افغان صدا میزنیم. از حکومت، حامیان حکومت، طالب و حامیان طالب در سطح ملی و بین المللی خواهان هستم که با تمام امکانات خیش طالبان را تشویق نماید تا به پروسه صلح بپیوندد. رحمت الله محمدی میگوید که جنگ به نفع هیچ طرفی نیست و از طرفهای مذاکره میخواهد که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند. هم پر دولت باندی او هم پر طالبان باندی جاجخ کوما چی جنگ نور بستی تاسی باید خپل دگتو دپار خپل دگتو سفتیر سی او خپل اغد افغانستان ملی گتو پر نظر کی ولی سی زوانا چی مولا و تاس کل زوانان طول پر وجاق باندی در افغانستان در هر اپنی سخن باید پر دغس پروگرامون پردون وگو او پس غرد و در افغانستان و در روان جنگ تناروا و باید. در بخش دیگر جرگه صلح نسل نو و جوانان کار کمیته های کاری را شامل می باشد که در بخش دوم ارائه می شود.